اینجا که یک مرکز خرید در پولند است، جایی که به سرپناه آوارگان جنگ اوکراین مبدل شده است. نو وقت‌های شب است و این آوارگان اما سرگردان وضعیت ناروشن. اینجا در نزدیکای مرز میان اوکراین و پولند آوارگان جنگ، چه اوکراینی ها و غیر اوکراینی ها گرد آورده می شوند و سازمان هایی هستند که به خواست خود این آوارگان آنان را به کشورهایی که می خواهند منتقل کنند، چیزی که ظاهرا کم پیشینه بوده است. هیچ کسی نمی داند که به کجا برود. سازمان ها و افرادی اما هستند که کمک می کنند تا این آوارگان به کشورهای اروپایی که خودشان می خواهند منتقل شوند. به هزینه و رضاکارانه، مثل این مرد دنمارکی. برای من رنگ، ملیت و مذهب مهم نیست. من اینجا آمدم تا کسانی را که به دنمارک میخوان بروند کمکشان کنم. اگر افغان باشد یا اوکراینی، یکسان کمک میکنم. دیانا با خانواده‌اش که از کیف آمده است میگوید از اینکه پدرش نتوانست با آنان بیاید سخت نگران است و نمیداند که دوباره با پدرش خواهد دید یا نه. میخواهد به کشوری برود که آینده خوبی داشته باشد، اما هیچ نمیداند که به کدام کشور برود تا به آنچه در سر دارد برسد. بسیار دشوار و وحشتناک بود. حال به وارسا می رویم. بعدش را نمیدانم، اما شاید امریکا، آلمان، سویدن و یا هم جای دیگر. این سو اما مرز گواه عبور آوارگان خسته دیگر از جنگ است. پناهندگانی که پس از 8 روز فرصت بیرون شدن از میان آتش جنگ را یافتند. از مرز در شهر لویف با پولند. این شهر نیز دیشب با تهدید بلند حمله های روسیه روبرو بود، جایی که این آوارگان انتظار بیرون شدن را میکشند و از هر بخش از اوکراین و اینجا میآیند تا وارد خاک پولند شوند. نسبت به هر روز دیگر، امروز میزان عبور آوارگان در این مرز بسیار مشهود بود. اولا با دو دخترش از کیف آمده است. همسرش اما سلاح برداشته است تا با نظامیان اوکراینی در دفاع از شهر سهیم شود. مردم خانه هایشان را ترک کردند و به هر جای آواره شدند. اوکراین را ویران کردند، مردم را کشتند. اینجا دورتر از مرز، آوارگان جنگ در حال ترک پولند هستند. این مرد آلمانی کسانی را که میخواهند با آلمان بروند همکاری میکند. شهروندان افغانستانی است که از اوکراین آمدند میتوانند که در چنین برنامه هایی از پولند بیرون شوند. به ویژه آنانی که مدرک ندارند تا در راه با مشکل روبرو نشوند. ما تفاوتی در میان اوکراینی ها و غیر اوکراینی ها قائل نیستیم. افرادی از دیگر کشورهای جنگ زده نیز هستند، مانند سوریه، افغانستان و پاکستان. این افراد نیز نیاز به انتقال دارند. نبردها در اوکراین سنگین تر از روزهای نخست شده است. از همین رو بیشتر آوارگان این جنگ از همین مسیر وارد خاک پولند می شوند. سازمان ملل هم پیش بینی کرده است که تا 4 میلیون اوکراینی آواره این جنگ ها خواهند شد، در حالی که در 9 روز نخست این نبردها بیش از 1 میلیون اوکراینی ترک وطن کردند. با این حساب به نظر می رسد که میزان آوارگان این جنگ بلندتر خواهد بود. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، شهر لویف، اوکراین.